باز هم ما امروز با کس برنامه داریم که بجز خودش هیچ کس دیگه را درست فکر نمیکنه. همه در نزد اینا منافق است، دکتر نزد اینا منافق است، مردم هم نزد اینا منافق است، استاد نزد اینا منافق است، در حالی که خودش هم یک دکتر است، خودش هم شاگرد همی استادایی بود که اینا برش فعلا منافق یاد میکنن. در برنامه با ماست فیلسوف جهان، کسی که خود را فیلسوف جهان میگه، که چرا فیلسوف جهان است و چرا این مردم را به کدام دلیل منافق میگن. امروز در برنامه داریم، بعض سوالات هم ازشان میپرسیم که در نخست اینا را خوش آمدید بگیم به برنامه. فیلسوف صاحب خوش آمدید به برنامه. سلامت باشین حامد جان، بسیار خوش آمدین شما هم. بخیر سلامت باشین فیلسوف صاحب. در نخست این از پیشتان میپرسیم که شما گفتین که به نظر شما خانم یا زن چی است؟ نیازه در برنامه بله؟ خانم نیازه کی هستن؟ خانم نه، خانم یا زن؟ خب خانم یا زن؟ خانم یا زن به نظر شما چی است؟ چون در برنامه قبلیتان گفتین که زن مثل لباس است، وقتی کهنه شد دور بندازیم، این به کدام دلیل و چرا؟ زن گفتم که انسان است، خانم انسان است و مرد هم انسان است. و در قرآن سیستم را الله ساخته که دو گروه مردم هستند، یکیش منافق و کافر است که در حزب شیطان است، این کلش آیت هاست، یعنی هر حرف ما از قرآن است، و یک گروهش مؤمنین است. و در قرآن الله می فرماید که اکثریت انسان ها در هر زمان منافق هستند و کافر هستند و اقلیت ترینشان مؤمنین هستند. پس ایمان انسان مستقیم فرمول است که قرآنی که مربوط اعمالت است. هر وقت که اعمالت میخوایی بفهمی که ایمان چیست، اعمال ببی و اعمالت هیچ وقت درست نیست تا قرآن نفهمی. وقتی قرآن یاد نداری، با کدام دلیل، با کدام اساس تو عمل میکنی؟ پس بخوای نخوای ضد قرآن عمل میکنی. و هر کسی که قرآن یاد نداره و کلش با معنا و مفهوم و تفسیرش نفهمه، او هرگز خودش منافقت است، چرا که عملت غلط است. به حجاب تو هستی، دروغ تو میگی، مثلا وکیل خود میخوای انتخاب کنی، مردم بازی میتی، پیسه میتی، پول میتی، سیگرت میزنی، شراب میزنی، به حجابی میکنی، دروغ میگی، فریبکار هستی، زنکباز هستی و همه در بین خود فساد میکنین، شراب مینوشین. پس کسایی که کارها رو میکنن کلش در جمله منافقین میه. و الله در قرآن آیت است، در اسلام میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم که یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی سلم کافتن. میگه کسانی که میگین که ما ایمان داریم در اسلام مکمل داخل شوین، کلکشک نکنین، برای ما پیدا کنین امی کسایی را که براتون گفتم که کدام از این در اسلام مکمل داخل شده، چون این قرآن را نمیفهمم با کدام دلیل میتونم. و دیگه آیت است بسم الله الرحمن الرحیم و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. میگه هر انسانی که، هر کسی که درباره الله بحث میکنه یا جهاد میکنه بدون علم، از سرکش شیطان پیروی میکنه. درست. کوشش کنید که فلسفه و بابای ما یک ذره کوتاه خب کوتاه امیر وقت برنامه هم کم است. درست. و مشخصا سوال پرسیده میشه خب امیر که مثلا لباس در قرآن آیت است که زن و مرد، یعنی شوهر و زن با یک دیگر لباس هستن، این متشابهات است. یعنی که شما با هم یکی دیگر مثل لباستان میشناسین، با هم زندگی میکنین با لباس. این حال لباست که نجس میشه اگر شوهر است یا زن است، تنها بر زن نیست، شوهر است یا زن است. پس تو ایره کوشش کن که پاک کنی، بشویی، پاک کنی. الله در قرآن میگه قد افلح من زکاها، کی کامیاب میشه که خدا پاک کنه، و قد خواب من دساها، و تباه میشه کسی که خدا ناپاک میکنه. پس حالی میفهمی که شوهرت
ناپاک است، نجس است، تو باید چی کنی؟ باید کار کنی که از اون نجاست برای و اگر زنت است نجاست برای و وقت برش بده، کوشش کو. ولی هر وقتی که دیدی که نمیشه، مجبور و مکلف هستی که جدا شوی، اگر تو هم امرای زو نجس میشی. درست. دوست عزیز، من این سوال ها را اگرچه ما قبلا هم برنامه هم رای فیلسوف صحب داشتم، ولی در مصافات اجتماعی زیاد مردم فوکس به این کرد که باید سوالات که اونا با ما شریک ساختن از شما بپرسن. بفرمی دیگه. سوال دومی که شما در برنامه قبلی گفتین که استادا بی عقل است، درست؟ بدون شک. دکترها را همچنان گفتین، به کدام دلیل مثلا میگن؟ در حالی که شما هم 12 سال شاگرد مو استادایی بودین که بی عقل بودن. طبعا من 12 سال به اقلا را شاگرد بودم و مرا گمراه ساختن. مرا هیچ چیزی یاد نگرفتی نزش؟ نه هیچ چیزی. من براتون مثال های ساده را میتونم. من از 12 فارغ شدم، 80 نفر بودیم. در 80 نفر من تاپ ترین نفر بودم و هیچ مضمون من 100 نمره کم نداشتم، حتی در قرآن شریف. همین ذکاوت شما وقتی که نو تولد شدین خود نداشتین، همین استادای بی عقل شما را 12 سال تعلیم داد تا که مو حداقل ال بیتی یاد گرفتین و خط و قلم و اینا رو یاد گرفتین، بعد اومدین که ال بیتی رو صحیح یاد ندادن. قرآن رو مره خوندن نمیتونستم صحیح و نماز خدا می یاد نداشتم، دروغ بود. پس شما فکر این که 12 سال مرا بازی دادن، گمراه ساختن از انسان. او وقت میفهمیدی سر خود که من گمراه؟ نه وقت چی میفهمیدم؟ خب حالا چطور میگین که من گمراه شدم در حال که او وقت شما شاگرد؟ او وقت من نمیفهمیدم، او وقت من فکر میکردم که یاد دارن و مرا چی کنن. این مرا گفتن سنی هستی. ما چی میفهمیدم که سنی نیست در اسلام، شیعه نیست در اسلام، وهابی نیست در اسلام. ما وقتی ایره آیسته آیسته درک کردم که خود من و قرآن مراجعه کردم، قرآن خواندم و مرا الله هدایت کرد و قرآن یاد داد. و من میگم امی تمام کسایی که مرا تدریس کردن در مکتب، یکیشام نمیتونه که جنت بره. کلش دروغ گفته بودن، کلش. یعنی این مسئله را یعنی شما چطور میگین که به خاطر دی که این کار خداوند است که کار خداوند است، کار خداوند است. چی میفهمی که عقیده از او از تو بهتر باشه؟ چی میفهمی حالا خود امرایشون روابط هم نداره؟ نه حداقل خودت کل مسلمان ها را من میفهم. اول این قرآن یاد نداشت، این زد اعمالش کلش. اول میره برتون میگیم چی میفهمی حالا اگر توبه کرده باشه دقیقش از نوتون کرده؟ هر کس که توبه کنه الا شما 100% نه ما برات میگم استثناء در هر جای است و الله در قرآن هم میگه که هر کس توبه کرد و خود اصلاح کرد و پاک ساخت. این حال بدون علم چطور خود پاک میسازی؟ تو که تا تفسیر صحیح قرآن یاد نگیری از دوی چی خود پاک میسازی؟ نمیتونی. شما فکر کنین که 12 سال ما در عربی شوانده درس میخواندیم، ما قنبخ مردم یا چقدر گمراه بودن. اول اینا از ای پاچا چرا اطاعت میکردن؟ ما را هر روز می بردن دیگر سر ما تعلیم میکردن، باز میگفتن بگو عمر در دیر شب پاچا. اونا ملامت بودن به نظرت؟ 100% ملامت. اینا خودت ملامت نیستی که در یک نظام 20 سال 20 سال که نظام بود حالا خودت فتوا میتی و میگیم که نظام کفری بود، درست؟ در حال که فیلسوف بودی چیز از دستت نمیشد. نه نه او مردم آن بود چیز از دستش میشد که در مقابل پاچا استا چا و بگو که گپ تو غلط است از من. ما یک برد بگیم دم 20 سال از کرزید گرفته تا سارنوالید، تا وزارت معرفت، تا تحصیلات آلید، کلش با اسناد کلش شاندیم و گفتیم شما گمراهترین و خاینترین مردم انسان هستین. نتیجه داد؟ نتیجه تغییرات آمد؟ تغییر خون آمد. تغییر چی آمد؟ الله در قرآن میگه، میگه کسایی که به نمازا سر اقتدار آمدن و نماز نمیخوانن اونا را تبدیل میکنن با کسایی که نماز میخوانن، یعنی مؤمن هستن. درسته؟ تغییر بسیار کلان تغییر آمد. او جهاد علمی ما بود که تغییر آمد و یکی از علتهایی که اونا سقوط کردن جهاد علمی ما بود و او را الله پروگرام میکنن. جهاد چقدر میشه؟ چند سال میشه که شما آغاز کردید؟ 20 سال. نتیجه شدید؟ 20 سال. بسیار دیر نبود؟ نه، برای تبدیل یک نظام، برای تبدیل گپا نزد الله 20 سال بسیار کم وقت است، صدها سال هم کم است. ولی با وجود از این بسیار زیاد نتیجه ما گرفتم در زندگی خود پیش از اینکه بمرم. و اونمو هر نفرت شاندیم و هر رئیس تا وزیر تا که خودت واقعا زد خدا و رسول هستی و نکو و
میتونین که یک لیست جور کنین که کل دیگه کسایی که مونده ما سرش گپ بزنیم که نمیره ما گفتیم یا نگفتیم. و این حاله الله سر انسانای خوب عمل نیک میکنه، سر انسان بد عمل نیک نمیکنه. اونا اعمال بد داشتن، اونا کدام از علمی و غیر علمی فیزیکی بانمی حکومت سابق چی کردن؟ او طرف طالب ها بود که زیاد جنگ کردن. اینا کتمی حکومت یک جای بودن و با امو حکومت در دمی گندگی و نجاست. شما فکر کنید امو حکومت سابق 3 میلیون انسان به مواد مخدر مبتلا کرد. 3 میلیون، یعنی 3 میلیون نده اینه که در فامیل زر بزنی هر فامیل یک مواد مخدر پیدا کرد. این خدمت کرد، این دیگه مردم تباه و برباد کرد. پس این در این شک شبه نیست که دنیا از امریکا شروع تا هر نقطه که میگی کلشان نظام سی نداشتن، تفسیر غلط گفتن، ما را گمراه کردن، ما را تباه کردن و اصلا خود تباه کردن. ولی ما الحمدلله که شب روز در تجده گفتم شکر الله را بکشم، ما او را تلافی کرده نمیتونم که مرا پیدا کرد که از این درسای غلطشان، از این گمراه مردم ها ما بیرون شدم و آل کل دنیا را به اساس قرآن و علم ساعت راهنمایی میکنم و تا روز قیامت درست. ما بر از اینا بعد از پیغمبر گرامی رحمت شدم. درست. وطنداران عزیز و فیلسوف وطنداران ما در صفحه فیسبوک ما هم کامنت و پیام کرده بودن، اونا گفتن که فیلسوف همیشه میگه که نظام امریکا نظام کفری است و کسایی کجا رفتن کفر شدن، در حالی که 20 سال با امریکایی کار کرده و بسیار به افتخار میگه که من یکی از کسایی بودم که کانتری منیجر در افغانستان بودم و کانتری منیجر در پاکستان بودم. با کار با اونا برش یک افتخار است، ولی پشتش گپ میزنه که یک نظام کفری است و اینا هیچ وقت برادر اسلام شده نمیتونن فلان و بسمدان. راز در چی است؟ خب اول خو سوال دیست که بازی رو تکرار میکنم، هر کسی که در یک مملکت کفری رفت و تابعیت کفر گرفت از دایره اسلام خارج شد، الله او را تا روزی که توبه نکنه از دایره نبره، اونا در جمله کافر هستن. این نیت انسان مهم نیست؟ نیت چیز؟ نیتت به اساس اعمالت هست. تو که خود کافر بسازی، تابعیت کافر قبول کنی، از الله را اوامرش قبول نکنی و او کل چیزها را از تو بگیره، تو حق نداری در امریکا که تو زنت حتی نصیحت بکنی که کار بد نکویرن بکن و یک امپول قام زده نمیتونیشت. طفلت بچه در پیشرویت لواطت کنه تو گفته نمیتونیش، دخترت در پیشرویت به نظر خود تمام افغانان این کارو میکنن؟ نه تنها افغانا نه، ای که میکنن یا نمیکنن تو از نگاه قانون کل دست بسته کرده، زنجیر انداخته، شور خورده نمیتونی. تو فکر کن که دخترت در پیشرویت گلفرند بایفرند خود بیاره و تو چیز گفته نمیتونی، زنت ای کار بکنه، امو چی کنه، بچیت کنه، پس تو کی شدی؟ تو خواهید در جمله انسان نشدی، تو رفتی از اوامر الله بیرون شدی. الله میگه هر کسی که اوامر من قبول نکرد و او مطابق از او عمل نکرد منافق است. اینال مرا سوالی که شما گفتین، ما با امریکا چی کردم؟ امریکا عذر مرا کردن، زاری کردن که من رئیس شدم، من رئیس شان بودم، من رهبری میکردم و او مسلکی بود.